با سلام به بینندگان عزیز برنامه نانگال سرخ نگاه میکنید یه مجله اجتماعی سیاسی که در کانال جدید پخش میشه من مریم نمازی هم و این برنامه رو با همکاران بسیار 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 عزیزم بهرام سروش سلام و فریبرز پویا سلام بهتون تقدیم میکنم برنامه این هفته در رابطه با وضعیت کارگران در ایران و در زم کارگران زندانی مصاحبه خیلی جالبی داریم با شهرهای دانشور که یک کمپینی در دفاع از کارگران زندانی رو رهبری میکنه و در ضمن خب مثل همیشه فتواهای احمقانه هفتر هم براتون داریم چیزی که برای من خیلی جالبه یعنی مهم بود تو این مصاحبه که با شهلا دانشور داشتیم و کلا روی موضوع اینی که واقعا با در نظر گرفتن شرایط واقعا سختی که و سرکوبگری که خیلی از رهبران کارگری باش مواجهن توی جمهوری اسلامی ایران واقعا چقدر شجاعت دیده میشه به نظرم واقعا شجاعت فوقلاده و خیلی هم مهمه که ما هی روی مسئله صحبت کنیم توجه جهان رو به مبارزات این عزیزان همیشه سعی کنیم جلب کنیم توجه جهانیان رو و مسئله رو هر چقدر بیشتر مطرح کنیم برای مردم قبل از اینکه بریم روی موضوع بیشتر صحبت کنیم یک تیپ کوتاهی هست که لطفا با همون نگاه کنید جایی نرید و بعد برمیگردیم که باهاتون صحبت کنیم با ما باشید اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران به شدت وخیم است رشد بیکاری تورم بالا و حداقل دستمزد ناچیز داشتن چند شغل برای گذاران زندگی را به اکثریت مردم در ایران تحمیل کرده است کارگران در ایران حق تشکل آزاد ندارند و تشکلهای کارگری سرکوب شده و فعالینشان زندانی و شکنجه میشوند با این وجود اعتراضات کارگری بیشمارند فعالین کارگری مانند رضا شهابی بهنام ابراهیمزاده و شاهروخ زمانی علیرغم ها به مبارزه ادامه میدهند به نظرم چیزی که اینجا مهمه اینه که خب یعنی جمهوری اسلامی میگه مثلا حتی اعتصاب حرامه نمیذاره سازمان های کارگری تشکیل بشن نمیذاره فعالین کارگری از حقوق خودشون دفاع کنن حقوق خیلی اولیه و ای ولی در عین حال میبینیم مثلا فعالین کارگری هستن رهبران کارگری هستن که از خود زندان دارن نامه میدن به مردم جهان و حقشون رو میخوان من فکر کنم اهمیت این قضیه نه تنها برای جامعه ایران که خود جامعه ایران این رو متوجه بشه که اهمیت مبارزاتی که توی ایران وجود داره و جنبش کارگری که مبارزه داره میکنه این نیست که یه بخشی از جامعه داره برای حقوق خودش مبارزه میکنه داره سطح و استاندارد انتظارات و وضعیت جامعه رو داره تعیین میکنه این اهمیت داره وقتی ما توی اروپا هم و تو کشورهای آمریکایی و تو غرب توضیح میدیم و وضعیت جنبش کارگری رو توی دنیا توضیح میدیم باید تفاوت این قضیه رو که زیر هارترین و وحشیانه ترین شرایط که جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی به مردم ایران چیز کرده فشار رو برده دارن مبارزه میکنن و از حقوق انسانی و در واقع حقوق و سطح انتظارات جامعه ایران دارن دفاع میکنن اهمیت این رهبرهای کارگری فقط در خودش نیست اینا نماینده ای آینده ای جامعه ایران هستن سطح انتظارات و زندگی میلیون ها نفر رو دارن تعیین و تنظیم میکنن به این خاطر اهمیت دارن و منم دقیقا همین مثلا رضا شهابی که اسمش هست از فعالین و رهبرهای کارگری اعتصاب خیلی عظیم و باشکوه کارگران شرکت واحد بود شرکت واحد تو تهران که خواستشون این بود که و هنوز هم هست که سندیکای کارگران شرکت واحد به رسمت شناخته بشه و هزاران ده هزار کاری اومدن احتساب کردن و عکس رژیم وحشت کرد هزار خورده نفر رو دستگیر کرد و این رهبرای کارگری و از جمله رضا شاهابی از اون موقع تا حالا میرن تو زندان برمیگردن هیچ موقع اون چیزو شمشیر سرکوب کارگری از سرشون بر نمی و فقط شکل کاری کرد باید که نیستن خیلی از کارگرای دیگه که هستن علتش هم خیلی روشنه این حکومت یه حکومت است حکومت آیت الله های میلیاردره کسای هستن که یه مافیای اقتصادی و سیاسی به هم تنیده هستن که از قبل کارگر و مردم کارکن دارن میخورن می و حتی نمیتونه یه اعتصاب کارگری یه اتحادی و سندیکار رو تحمل بکنه و سرکوب کرده ولی در این حال جمعش کارگری توی ایران نشون داده که به این راحتی شکست رو قبول نمیکنه و مبارزه میکنه و که ایران نگاه بکنی که بالاتر آمار اعتصاب داره ولی اینش جالبه میدونین مثلا وقتی که به مردم خارج از ایران مثلا سعی میکنیم توضیح بدیم وضعیت ایران رو مثلا بعد میگیم که انقدر اعتصاب و انقدر اعتراض کارگری وجود داره در حالی که سرکوب سرکوب شدید وجود داره در حالی که اصلا سازمان دادن اتحادیه اصلا قدقنه در حالی که اعتصاب حرام به نظر میاد و و به خصوص وقتی نگاه میکنیم که وضعیت این که مثلا 50 درصد مردم ایران تحت خط زیر خط فقر زندگی میکنن و واقعا اگر اعتراضات کارگری نبود که معلوم نبود وضعیت مردم چی میشد دقیقا به نظر من این داره سطح جامعه رو چطور که توانایی جنبش کارگری برای بهبود زندگی تو جامعه ایران و پتانسیل این خیلی بالاست جامعه ایران باید به این قضیه خیلی توجه بکنه که اگه میخواد وضعیت زندگی مردم تو جامعه ایران بهتر باشه باید این رهبران کارگری و جنبش کارگرشون دفاع بشه به خاطر که اینان که دارن آینده جامعه ایران و رابطهشون با مافیای اسلامی دارن تعیین میکنن و اینا نیروی خیلی قوی هستن به این خاطر اهمیت داره که ازشون دفاع کرد من این نکتر بخواب جو... اه... یه نکته رو بخوام بگم یه مقاله من داشتم میخونم در رابطه با بنیاد مستضعفین و قرارگاه نمیدونم اه... چیز انبیا آره خاتم که اینا در واقع بزرگترین مافیای اقتصادی تو جامعه ایران هستن تمام صنایع و تمام پروژه ها اکثرشون دست ایناست و اکثر کسایی که تو جامعه ایران کار میکنن یه شکلی وابسته به اینا هستن اینا همین کسایی هستن که سیستم غذای جمهوری اسلامی رو کنترل میکنن با سپاه پاسداران همین هستن که زندان رو کنترل میکنن یعنی در واقع زندان و کشدار و شکنجه و دستگیری و دادگاه ها سیستمی در دفاع از منافع بنیاد مستضعفان قرارگاه خاتم الانبیا آقای خامنی و رفقای هزبولایی خودش و اهمیت یعنی که جامعه ایران اگه بخواد در برابر این جمهوری اسلامی مقامت بکنه این نیرویه که میتونه اینا رو به شکست بکشونه و به شکست بده و این نیرویه که جامعه ایران باید ازش دفاع کنه و اهمیت اینا رو به رسمیت بشنست الان بریم یه مصاحبه با شهلا دانشور نگاه کنیم یعنی واقعا وقتی میبینیم که حتی خانواده های کارگران زندانی تحت فشارن اذیت میشن مثلا همین پسر بهنام ابراهیم زاده که سرطان خون داره مثلا اخیرا جمهوری اسلامی حمله کرده به خونشون کامپیوترشون رو برداشته یعنی کلا واقعا خیلی از خیلی <تصفح> خیلی رو از دست دادن برای این مبارزاتی که که انجام دادن ولی در ضمن خب به همین خاطرم هست که خیلی مهمه که با تمام قوا به دفاعشون بشه تا به دفاع کنیم الان این مسابقه خیلی جالب که واقعا نکات خیلی جزی و چیزایی داره که به نظرم شاید خیلی ندونن حتی مثلا این اخبارها رو دنبال میکنن خوبه گوش بدیم با هم و بعد برگردیم بیشتر روی این موضوع صحبت کنیم با ما باشید با سلام به شهلا دانشفر خوش اومدین به برنامه ما تشکر میکنم خدمت شما و همه بینندگان از این سلام دارم متشکرم که منو دعوت کردید مرسی میخواستم در رابطه با فعالیت های بیوقفه خود شما صحبت کنم در دفاع از کارگران و کارگران زندانی به خصوصی مدتی الان وقت زیادی دارین فعالیت میکنین یه همه هنگ کننده یه کمیته هستین برای دقیقا همین کار این چه کارهای انجام میدین توی بله این کمیته همبستگی بین کارگری ایران هستش و ما تلاش کردیم از طریق این کمیته صدای کارگران زندانی و کلا جنبش اعتراض کارگری تو سطح دنیا باشیم و در این حال خب با توجه به تحولات سیاسی دنیا ایران داریم به این طرف میریم که این کمیته باید تو سطح انکاس اعتراضات کارگر نه تنها در ایران بلکه خاورمیانه باشه بتونه همبستگی رو شک بده و این یک ضرورت سیاسی امروز است یکی از فعالیت های این کمیته کمپین برای آزادی کارگران زندانی است فریدم نا که شناخته شده است دیگه پل این کمپین رو شما تو افغانستان دیدید، توی عراق دیدید، تو کشورهای مختلف دیدید و از زمانی که دستگیری های شرکت واحد در سال 85 شروع شد، در واقع این کمپین رو ما از طرف این کمیته اعلام کردیم و همون موقع خب نقش خیلی خوبی داشت این کمپین برای اینکه انعکاس بده این اعتراضات و و جهانی کنه این مسئله رو هم از طریق کانال جدید هم از طریق تماس های بین و تا همین الان هم ادامه داره و در جریان هستش شما الان یه کمپینی دارین در دفاع از سه زندانی کارگر به خصوص بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و شارخ زمانی لطفا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم وضعیت این سه نفر چطوره الان؟ بله این سه کیس ویژه سه اه اه پرونده ویژه هست در میان کارگران زندانی این سه کارگر خب تو زندان هم که شما نگاه میکنیم میبینید صدای اعتراض کارگران هست صدای انسانیت هن. جمهوری اسلامی زندان میکنه کارگر رو برای اینکه جلوی سازماندهی بگیره جلوی اعتراض بگیره برای اینکه عقب بزنه و این کارگر اونجا هم مثل یک رهبر کارگری قد علم میکنه به مناسبه اول می پیام میده در دفاع از حقوق کودک پیام میده در دفاع از همبندانش پیام میده و صدای آزادی خواهی رو بلند میکنه حق و حقوقش رو حق و طلب میکنه نمونه است به همین در ما فکر کردیم که هم به دلیل فشارهای ویژه‌ای که روی اینها هست هم به دلیل نقش ویژه‌ای که امروز اینا دارن تو زندان بازی میکنن این رو موضوع فوری کارزار خودمون قرار بدیم رضا شاهابی شما در جریان هستید همه در جریانش هستن خودتون اینجا برنامه داشتید در این مورد که اتفاقا نکاس خوبی هم تو ایران داشت برنامه رضا شاهابی خب تو زندان جمهوری اسلامی به مرز فلش شدن رسیده وضعیتش و الان باید عمل جراحی کمر انجام بدن روش و رضا رو به, جای اینکه به بیمارستان منتقل کنه عمل جراحی صورت بگیره به زندان فرزندان رجای شهر تبعیدش کردن و رضا در مقابل این ایستاد در مقابل محرومیت از دارو درمان ایستاد و گفت این مسئله اعتراض خود من نیست بلکه همه زندانیان سیاسی تو این وضعیت هستن و من کوتاه نمیام و سه تو گذاشت و گفت باید فوراً به من مرخصی استعلاجی داده بشه به بیمارستان منتقل بشم و دست به اعتصاب قضا زد ما اعلام کردیم گفتیم که با کارزار جانی گفتیم بیایم با اعتراض بسی کاری بکنیم که این فشار رو رضا رزا و رضاها برداریم که اینا مجبور نشن اعتصاب قضا بکنن و فشار بیاریم برای اینکه خواستای اون متحقق بشه و خود تحقق خواستای قدمی برای تحقق خواستای دیگه و به این ترتیب خب 12 جولای رو گذاشتیم در جریان هست 21 تیر ماه بودش و عکس عمل خوبی بود انعکاس خوبی داشت و کلا کارزار جهانی بود که تو ایران از سنندج بگیرید تا اقصانقات جهان عکس رو ما شاهد بودیم اتحادیه و تشکل های کارگری که به همت خود کارگران تشکیل شده تو ایران انزجار خودشون از وضعیتی که به وجود اومده اعلام کردن حمایت کردن از رضا به هر حال بگذاریم زیر فشار این وضعیت رضا رو منتقل کردن به بیمارستان درست همون 12 جولای رضا منتقل کردم ولی دست بند زدم بهش ولی کن اجازه ملاقات ندادم مثل زندانی بهش برخورد کرد اعتراض کرد و گفت قبول نمیکنم با تمام خواستای من جواب بگیر و بالاخره 26 تیر ماه به اون ملاقات دادن دست باز کردن و گفت باز هم گفت من زندانی نیستم باید به من مرخصی کامل استعلاجی بدید تا اینکه در 29 تیر به اون مرخصی کامل استعلاجی دادن و خود خدابخشی از مقامات زندان اومد باهش نشست داشت تو, تو بیمارستان اتفاق جالبی هست و گفتش که بسیار خوب شما مرخصی استعلاجی دارید بعد از مرخصی هم همونطور که خواستید برمیگردید به منزل تا وقتی که بهبود پیدا کنید و وقتی دکتر تایید کرد مییاید ادامه زندانتون رو میکشید خب این اولین خاص رضا بود که جواب گرفت ولی بعد از اون رضا با شارخ زمانی با همدیگه یه نامه دادن شارخ زمانی هم بند رضا است که دیگه رهبران کارگری 11 سال حکم زندان داره به خاطر مبارزاتش شارخ از زندان فراخوان داده بود که رضا وضعش خرابه و خطر مرگ داره و ما در واقع در پاسخ به فراخوان رضا بود شارخ بود که دوازه جولای اعلام کردیم و خیلی آبش پیوسته. شاهرخ رضا نامه دادن به احکام خودشون این بار اعتراض کردن که این حکم رو ما قبول نداریم و به ویژه اینکه رضا 6 سال حکم داشت قبلا این رو تخفیف بدونن به چهار سال ولی دوباره زندانبانان و اینا تصمیم گرفتن 6 سال نگهش الان 4 سالش رو سر کرده رضا ولی تو زندان میخوان دوباره برش کرده اعتراض کردن در کنار اینا به نام ابراهیم زاده رو داریم که فرزندش بیماری سرطان داره و علا رقم این بهنام رو در زندان نگه داشتن اجازه نمیدن پیش فرزندش باشه و این جنایت شکنجه مستقیم خانواده اون همسرش و پسرش هستش و بهنام رو تحت عنوان شورش در زندان یعنی اعتراضات بهنام رو در زندان اسمش رو میگن شورش در زندان بعد, بعد از حمله که به بند 350 کردن و اینا رو ضرب و شرط کردن و بردن به بند 240 و همه اینا بهنام رو اه اه الان بردن به بند 209 که زیر نظر مستقیم اطلاعات است از سیزده اردوش تا الان به نام زیر بازجوی شکنجه است و در هفتم تیر ملاقات دادن تا اون موقع ملاقات نداده بودن حتی خانوادهش پسرش اطلاع نداشتن یه ملاقات دادن و بعد از ملاقات مثل گروگان برخورد کردن با همسرش و پسرش رفتن خونه اون یورش بردن به خونه اون کامپیوترش بردن و اینا رو زیر فشار گذاشتن گفتن باید هر چی از بهنام بگید و به این ترتیب آخرین خبر اینه که همسرش گفته که ما خبری نداریم از بهنام و به بهنام همچنان زیر شکنجه است و در نامه نوشته نوشته اگر کسی باید محاکمه بشه اون قضاتی هستن که این چنین یک کارگری رو زیر شکنجه و آزار قرار میده اونا باید محاکمه بشن نه بهنام که یک کارگر هست یعنی وقتیش صحبت میکنین واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه چون همین سه نفر واقعا کل جنایت جمهوری اسلامی رو نشون میدن جرم این افراد چیه عملا فقط به خاطر دفاع از حقوق کارگران الان یعنی نش... و نشون دهنده وضعیت وخیم کارگرانه برای کسایی که خارج از ایرانن واقعا باید بفهمن که یعنی حتی اعتصاب غیرقانونی تو ایران و چقدر این افراد مقابل من که تو خود زندان هم هنوز دارم مقاومت میکنن دقیقا همینجوره مسئله جرم اینا تلاش برای تشکل جرم اینا اعتصابات با شکوه کارگران شرکت باید در سال جرم اینا دفاع از حقوق که مثل بهنام ابراهیم زاده دفاع از حقوق کارگره جرم اینا مبارزات هر روزشونه و اینا در این حال موقعیت جنبش کارگری ایران رو نشون میده اینا رهبرانی هستن که فقط با خواستای کل جامعه اومدن جلو به طور واقعی با خواست انسانی با خواست یه جامعه شایسته انسان با خاص افسایش دستمزد با خاص حق تشکر با خاص حقوق کودک با خاص حقوق انسان با اینا اومدن جلو و به این جرم در زندان کلا وضعیت کارگران چه ایران چطوره برید ما جنبش اعتراضی کارگری جنبشی هست که نقش مهمی در تحرک سیاسی جامعه داشته تو همین دو ماهه نگاه کنید هزاران کارگر من میتونم بگم که در اعتراض مبارزه هستن تو همین هفته نگاه کنی نیشکر هفته در اعتراض پتروشیمی ماشر در کارگرانش در اعتراض هستن کارگران زاگرس قروه در اعتراض هستن ده ها مرکز کارگری که شما اگه بری نگاه کنید کنار هم دیگه بذاری نمیدونم معدن البرز معدن بافقی است فقط پنج هزار کارگر در معدن بافقی است و اینا فقط اعتراض تو کارخونه نیست میاد تو بیرون میاد راه بیمایی میکنه میاد تجمع میکنه میکشه به شهر اینا هزار خ... کارگر بافقی است با خانواداشون میشن نصف جمعیت شهر بافقی است و میشه کل شهر و این پاشنهاشیر جمهوری اسلامی اسلامی وحشت داره و این فضای سیاسی جامعه رو تغییر داده ام ام ب... یه امیدی میده به تاثیر مستقیم خودش به زنی که میخواد حجاب برداره میذاره تاثیر م... همونطور که مبارزه زنی که حجاب برمی داره تاثیر خودش مستقیم خودش رو مبارزه کارگر میذاره اینا هر دو کنار هم دیگه است که توازن قوا رو عوض میکنه وضعیت کارگری پر جنب جوشه داره سازمان پیدا میکنه با خواستاش میاد جلو رهبران شناخته شده ای داره تو صف که تو سطح جهان شناخته شده و جمهوری اسلامی هم برای همینه که مر... یکی از سیاستاش فشار دائم گذاشتن روی رهبران کارگری میخواد عقب بزنه ولی میبینیم میبینیم وضعیت میبینیم تا جایی شد که دیدیم رئیس زندانشون رو شدن در جریان حمله به 350 عوض بکنه و شکست جمهوری اسلامی رو اینجا هم میبینه به همین دلیل که کارزار برای آزادی کارگران زندانی کمپین برای آزادی کارگران زندانی کمپین بسیار مهم سیاسی مستقیما مربوط به اوضاع سیاسی ایران مستقیما مربوط به اوضاع جنبش کارگری ایران و من همینجا از این فرصت میخوام استفاده کنم که وسیعا باید به این کمپین کارزار پیوست وسیعا باید صدای اعتراض کارگران زندانی زندانیان سیاسی توی تمام دنیا شد در همه جا و تو ایران هم به شکلهای مختلف میتونن با این کمپین کار کنن چطور که نمونهش شد در سنندج دیدیم در اکثالعمل کار تشکل کارگری داریم میبینیم در اعتراضات کارگری میبینیم و در همه جا حتما لینک کمپین شما رو زیر صفحه میذاریم به عنوان آخرین سوال ام میخواستم از بپرسم که یعنی خیلی هم میگن خب اعتراضات و اعتصابات کارگری توی خیلی جاهای دنیا صورت میگیره چرا تو ایران به طور مشخص انقدر سیاسیه و خیلی وسیتر از مسئله بهبود شرایط کاری یا حقوق عقب رو گرفتن و غیره است ببینید این برمیگرده به تفاوت اوضاع سیاسی ایران تو ایران همه چیز سیاسی دستمزد تو بگیری سیاسی نمیدونم اجابت تو برمیداری سیاسی چی میپوشی سیاسی روزه میگیری یا نمیگیری سیاسی همه چی سیاسی تو ایران این نشون یه جنبش سرنگونی قوی تو جم... جامعه ایران است و نقش جایگاه جنبش کارگری در رس این اتفاقات که هر داره میاد جلوی صحنه این نشون وجود یک جریان چپ یه جنبش چپ رادیکال سکولار انسانی هستش فضای و تحولات جامعه ایران رو نشونه به همین دلیلی که میبینید به طور واقع شاهد یک جنگ هستید تصویر اگر از یک طرف فقر گرسنگی حملات هر روزی رژیم تعرضاتش گشت ارشادش اینو میبینید از اون طرف دیگه جنبش اجاب برگیران میبینید از اون طرف دیگه جنبش خلاصی رو میبینید که هر روز زیر پا میزنن قوانین اسلامی جمهوری اسلامی و از اون طرف جنبش کارگری میبینید که تو همین دو ماه خدمتون گفتم که هزاران کارگر در اعتراض مبارزه هستن دلیلش اینه و اون از اون بر زندان رو میبینید و از اون بر مبارزه و مقاومتی که تو خود زندان هست از درون خود زندان اعتراض جریان حمله به بن 350 زندانیا همونجا در مقابل هم حملات شد مرگ بر دیکتاتور داد این فضای جامعه ایران و فضای جنبش کارگری ایران و سیاسی ایرانه خیلی ممنون متشکرم امیدوارم از, از این مسابقه خوشتون اومده باشه به نظرم چیزی که خیلی برام جالبه اینجا همین شجاعت این, این افراد واقعا و مثلا همیشه به فکر اون شعار دوره انقلاب میافتم که میگفت میدونین کارگر کارتانی. نفت ما رهبر سرسخت ما واقعا اینا رهبران جامعه هستن و اینطور فقط هم پیران نیست الان این اسم رضا شابی شاهروخ زمانی بهنام نام ابراهیم زاده و کل کارگرای دیگ زندانی که الان هستن اسامی شناخته شده هستند در سطح جهان هم تصاویرشون هم اسمشون رفته تو خونه ها رفته توی سازمان های کارگری در سطح دنیا و شجاعت اینا رو دیدن رزمندگی استادگی اینا رو دیدن در مقابل حکومت آدمخوار خونخاری که کوچکترین اعتراض و انتقاد علیه خودش رو با یه سرکوب وسیع تا پاسخ داده ولی در این حال دیدن که اینها هستند که اینا امید جامعه ایران است نشون میده که طبقه کارگر ایران امید جامعه ایرانه و یه آینده بهتری رو برای ایران داره نشون میده و این نیروس ای که اگه تو سال 1357 حکومت شاه رو ساقط کرد بالاخره این طبقه است که میتونه این کارو بکنه و یکی از پیشروترین میشه گفت طبقه کارگری که در سطح خاور در سطح دنیا و خیلی آگاه روشن فقط یه نکته رو بگم اگه قطنامه هایی که همین کارگرا در اول ماه ها صادر کردن نگاه بکنین ببینید چقدر پیش رو فقط به مسئله صرف کارگری سنفی هم نیست همه مسئله علیه اعدام برابری زن و مرد در همه عرصه های اجتماعی هم اشاره میکنه برم آخرین کلمه آره جنبش کار که بهرام میگه جنبش کارگر ایران داره استاندارد زندگی آینده جامعه ایران رو تعیین میکنه ام. ام. امیدوارم از این بحث خوشتون اومده باشه براتون جالب بوده حتما با همون در این رابطه و رابطه های دیگه تماس بگیرین در آخر برنامه البته هست احمق... احمقانه ترین فتوه این هفته هفته فتوای احمقانه اینه که یه گزارشی تهیه شده برای شورای شورای عربستان سعودی که نباید بذارن زنا راندگی کنن به خاطر اینکه اگر اگر این کارو اگر اجازه بدن زنان رانندگی کنن بکارت دیگه کارش تمومه و چیزی که خیلی جالب اینه که یکی روی توییتر نوشته بود مگه تو عربستان سعودی ماشیناشون چجوریه که بکارت زن ها از پیدا آینده و وحشتناکی رو دارن توصیف میکنن نشون میده که چه چیزایی تو جمجمه های اینا میگذره ها؟ جونورای هستن و جالبه, جنور. جنور هستن و جالبه جنور. جنور هر گونه پیشرفت برای جامعه و به خصوص برای زنان توی جامعه اسلام عربستان سعودی و همه جوام اسلام زده مساوی با از بین رفتن بکارت از بین رفتن شرف از رفتن غیرت از رفتن خانواده همه این چیزاست این به این نشون میده که هر گونه پیشرفت برای وضعیت زنان توی جامعه ایران تو جامعه ایران خواهر میانه و عربستان سعودی و کشورهای اسلام زده باید دست ریش این آخوندار رو چه کرد ریشه اینا رو دستشون رو کوتاه کرد از زندگی مردم و ماشین هم ازشون باید ازشون گرفت خیلی ممنون به انتهای برنامه رسیدیم امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه حتما 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 یعنی این کارتونه برای تا هفته دیگه با همون تماس بگیرین خیلی مشتاق شنیدن شما هستیم تا هفته بعد هفته خیلی خوبی داشته باشید